بسم الله الرحمن الرحیم. امیر حسین هستم، شیعه هدایت یافته از بلژیک. استاد عزیز و گرامی، برادر انصاری، جسارت و گستاخی مرا ببخشید که با وجود اساتید بزرگواری مانند حضرت عالی گاهی مطالبی را برای روشن شدن اذهان شیخ زدگان ولایت فقیه و آخوندهای شیطان صفت مشک بیان میکنم. متاسفانه ملت شریف و نجیب ایران گرفتار مشتی عوام فریب مزبر دروغوی شارلاتان شدن که در طول حیات و تاریخ سراسر ننگینشان مردمی ساده دل و نجیب را با سخنان شرک‌آلود خود به ورطه نابودی کشاندند. اینها باعث شدند که عده‌ای بسیاری از مسلمانان خسرت دنیا و الاخره شوند. مردم ایران حافظه تاریخیشان ضعیف است و زود فراموش می‌کنند که اگر مردم ایران اطلاعات تاریخی خوبی داشتند، هیچ وقت گول این آخوندهای فرصت طلب و قدرت طلب را نمی‌خوردند و عکس خمینی دجال را در ماه نمی‌دیدند. اصولاً مردم ما همیشه در حال افراط و تفریطند و سریعاً احساساتی شده تعقل نمی کنند. گفته های این آخوندهای دجال روباه صفت را باور می کنند و با اینکه من خانواده هم از قشر مذهبی ایران بوده و هستیم، به جرأت می توانم بگویم که حتی افرادی که تمام قرآن را حفظ کردند و حافظان قرآن هستند و این دولت به ظاهر اسلامی با آنها جایزه هم می دهد و مسابقه قرائت قرآن هم می گذارد، فقط توتیوار آیات را حفظ کرده و معانی آن را نمی دانند که اگر می دانستم دنبال روی اینها نمی شدند. مثلا وقتی خداوند متعال در قرآن می فرماید علیه الله به کاف عبده که از بندگان و انسانها سوال می کند که این سوال استفهامی است که ای بنده من، آیا خداوند برای تو کافی نیست؟ اگر خدا برای بنده کافی است، پس چطور پشت اتوبوس و مینی بوس و کامیون می نویسند بیمه ابوالفضل؟ اگر اعتقاد دارند چرا پس از تصادف به شرکت بیمه مراجعه می کنند؟ باید خسارت خود را از شرکت بیمه ابوالفضل بگیرند. اگر به همین آیه توجه می کردند، نمی رفتند دنبال بندگان صالح خدا و حاجت دنیوی یا اخروی خود را از آنها بخواهند. اگر مردم ایران مسلمان و موحد بودند، چطور می شود که ندای غیر الله سر می دهند و یا حسین و یا فاطمه و یا ابوالفضل و یا رقیه می گویند؟ اگر به آیه کل من علیها فان توجه می کردند، می فهمیدند که پیامبر و سایر موحدین و اهل بیت پیامبر همه فانی هستند و آنکه باقی است خداوند ذوالجلال و الاکرام است. اگر دقت می کردند که قرآن می فرماید هو حی القیوم، دنبال کسی دیگری نمی رفتند. اگر ایمان داشتند که خداوند از رگ گردن به آنها نزدیکتر است، که هزینه نمی کردند و راه نمی افتادند و 1,000 یا 2,000 کیلومتر بروند مشهد و از امام رضا رحم الله حاجت بگیرند. البته متذکر می شوم از زمانی که شبکه های توحیدی به فضل خداوند شروع به روشنگری کرده اند، عده بسیاری که در راه شرک بودند توبه کرده و موحد شدند و روز به روز الحمدلله رب العالمین به تعداد این موحدین افزوده می شود که هذا من فضل ربی. اکثر این آخوندها من جمله خود خمینی دجال و رهبر ظالم و جنایتکار فعلی پیروان محی الدین ابن عربی هستند که گوساله سامری را خدا می دانست. و اما امام زمان خیالی، من ایرانی های شیخ مشرک را توجه می دهم به سخنان دو نفر از مراجع شیعه به نام آیت الله کمال حیدری و آیت الله حسن فضل الله که در سخنانشان فرمودند که از 37 تا 40 روایتی که در اصول کافی و مرآت العقول و غیره ذکر شده، فقط 5 یا 6 روایت هست که از راه تسامح گفتند صحیح است، که آن 6 روایت هم سند معتبری ارائه ندادند. از باب مولود حجه و مادرش، چه اینکه بعضی از روات آن مجهول است و یا معروف به دروغگویی و ثقه نیستند، به همین دلیل رجوع میکنند به کتابهای اهل سنت مثل ابن حجر عسقلانی که از طریق کتابهای اهل سنت و جماعت وجود امام موهوم خود را ثابت کنند، در صورت که اهل سنت
برابر حدیث پیامبر اسلام اعتقاد دارند که امام زمان هنوز به دنیا نیامده و وقتی هم که به دنیا بیاید نامش محمد ابن عبدالله است که البته از ران مادرش به دنیا نمی آید. با اینکه خداوند فرموده قرآن را سهل و آسان نازل کردم، ولی آخوندها می گویند که افراد عامی آن را درک نمی کنند. من جمله لولو و مرجان و عروة الوثقی و مرج البحرین یلتقیان و غیره. با خدایا شر این شیاطین را از سر امت اسلامی کم کن و به درک اسفل السافلین وارد نما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.